درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروح خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز چهارشنبه 15 نوامبر 2023 میلادی برابر است با 24 آبان ماه سال 1402 خورشیدی. خبرگزاری رویترز از قول شاهدان عینی گزارش داده است که نیروهای اسرائیلی امروز چهارشنبه بعد از 5 روز درگیری با نیروهای حماس در محوطه و اطراف بیمارستان شفای غزه وارد ساختمان آن شدند. اسرائیل میگوید حماس این بیمارستان را به یکی از مراکز فرماندهی نظامی و عملیاتی خود تبدیل کرده بود. ارتش اسرائیل میگوید نیروهایش بعد از کشتن شبه نظامیان حماس در درگیری‌های بیرون از بیمارستان، سلاح‌ها و تجهیزات تروریستی را در داخل محوطه بیمارستان کشف کردند، اما هیچ درگیری و استکاکی با غیر نظامیان، بیماران یا کارکنان بیمارستان شفا وجود نداشته است. شاهدان عینی هم در گفتگو با رویترز تایید کردند که در داخل بیمارستان وضعیت آرام است و تنها در برخی مواقع صدای شلیک پراکنده شنیده می شود. بعد از هفته ها منع کامل، چهارشنبه 25 هزار لیتر سوخت با عبور از گذرگاه رفح وارد نوار غزه شد. اسرائیل اما ورود این محموله را مشروط به استفاده اختصاصی از آن برای کامیون های سازمان ملل کرده است. از سوی دیگر بنی گانس رئیس پیشین ستاد ارتش اسرائیل میگوید بعید نیست که ارتش اسرائیل برای ادامه عملیات مجبور شود در جنوب غزه هم وارد کارزار شود. او گفت پیش از هر عملیاتی در این بخش ساکنین این منطقه را با خبر میکنیم تا از منطقه عملیات دور شوند. این در حالی است که بیش از 1 میلیون تن از ساکنین شهر غزه و بخش‌های شمالی تر از آن در 40 روز اخیر با تشویق ارتش اسرائیل به جنوب این باریکه رفتند. نخست وزیر اسرائیل میگوید که هیچ نقطه ای از نوار غزه خارج از دسترس نیروهای نظامی این کشور نیست. بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه اظهار داشت که شبه نظامیان حماس که در حمله 15 مهر ماه به اسرائیل دست دارند در هیچ جای غزه در امان نخواهند بود. در خبر دیگر خبرگزاری رویترز میگوید که قطر وارد میانجیگری بین اسرائیل و حماس برای آزادی 50 گروگان اسرائیلی در ازای 3 روز آتش بس در نوار غزه شده است. این گزارش می‌افزاید مذاکرات با هماهنگی آمریکا همچنین شامل آزادی برخی زنان و کودکان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل و اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه بیشتر به نوار غزه خواهد بود. این مقام رسمی در ادامه گفته است که حماس با کلیات این شروط موافقت کرده، اما هنوز اسرائیل در حال مذاکره درباره جزئیات این توافق است. از سوی دیگر صدها تن از اعضای خانواده‌های اسرائیلی که گروه افراطی مسلح حماس بستگانشان را به گروگان گرفته‌اند، راهپیمایی 5 روزه خود از تل آویو به سوی اورشلیم را برای 2 روز ادامه دادند. آنها گفتند که با رسیدن به اورشلیم می‌خواهند که با سیاستمداران به ویژه بنیامین نتانیاهو دیدار کرده و خواهان آن شوند که تلاش خود را برای رهایی ربوده شدگان دوچندان کنند. رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از مقام رسمی ایران و حماس که نخواستند نامشان فاش شود، نوشت که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار اخیر با اسماعیل هنیه رهبر شاخه سیاسی حماس به او گفته است که شما هیچ هشداری در مورد حمله 7 اکتبر به اسرائیل به ما ندادید و ما از طرف شما وارد جنگ نخواهیم شد. رویترز نوشت که خامنه‌ای به هنیه گفته است که جمهوری اسلامی به حمایت سیاسی و اخلاقی خود از حماس ادامه خواهد داد، اما مستقیما مداخله نخواهد کرد. یک مقام حماس به رویترز گفته است که خامنه‌ای هنیه را تحت فشار قرار داد تا صداهایی را که علنا از جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان می‌خواهد که به جنگ علیه اسرائیل بپیوندند خاموش کند. سحرگاه چهارشنبه 24 آبان ماه حکم اعدام زهر خاتون مزارزهی که از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زندان کرمان زندانی بود اجرا شد. سایت خبری هالباش که اخبار نقض حقوق بشر در قبال شهروندان بلوچ را پوشش می‌دهد، اعدام این زندانی زن را تایید کرده است. زهر خاتون مزارزهی متولد سال 1356، اهل سراوان، ساکن شهرستان خاش، متأهل و دارای 1 دختر و سرپرست خانواده بود. این زن 46
ساله در دیماه سال 1396 از فرط فقر قبول کرده بود که بسته ای را که نمی دانست چیست به شکمش ببندد و به مقصد شیراز سوار اتوبوس شود. در پلیس راه کرمان به شیراز ماموران او و چند تن دیگر را که بلوچ بودند بازرسی بدنی کرده و بسته پیدا شده دلیلی شد که دادگاه انقلاب کرمان 24 اسفند ماه سال 1400 او را به اتهام مالکیت و حمله مواد مخدر به اعدام محکوم کند. صفحه اینستاگرام نرگس محمدی ضمن انتشار یک فایل صوتی از زندان که در آن زندانیان زن شعار می‌دهند برادر زندانی حمایت حمایت، خبر داد که صبح روز چهارشنبه بار دیگر به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری از انتقال این برنده جایزه نوبل صلح به بیمارستان قلب جلوگیری شد. قرار بود که امروز نرگس محمدی را برای انجام عمل آنژیوی قلب از زندان اوین به بیمارستان منتقل کنند. او در روایتی درباره موضوع نوشت: من نرگس محمدی اعلام می کنم که حجاب اجباری یکی از ابزار قدرتمند سلطه طلبی و سرکوب جامعه به ویژه زنان ایران است که تحت هیچ شرایطی به آن تمکین نخواهم کرد. محمدی به تاکید اعلام کرد دادستان قوه ظالم قضایی جمهوری اسلامی گفته است که علی‌رغم اطمینانش از نیاز اورژانسی نرگس محمدی به درمان قلب، به دلیل عدم تمکین او از حجاب اجباری اجازه درمان نمی‌دهد و من با صدای بلند اعلام می‌کنم من تا پای جانم برای آزادی و برابری ایستادم، تا تحقق دموکراسی از پای نخواهم نشست. حجاب اجباری را نه با شعار بلکه در عمل، چون مهسا، نیکا، غزاله، سارینا و آرمیتا، با جانم بر سرتان آوار خواهم کرد. جایزه حقوق بشری زنان قهرمان بنیاد آلمانی آلیس شوارتزر، فمینیست شناخته شده آلمانی، طی مراسمی در شهرداری برلین به طور غیابی به نسرین ستوده اهدا شد. منصوره شجاعی فعال حقوق زنان به نهایت از خانم ستوده روز دوشنبه ببخشید به نیابت از خانم ستوده روز دوشنبه این جایزه را دریافت کرد و در این مراسم ویدیویی که نسرین ستوده پیش از بازداشت اخیر ضبط کرده بود نیز پخش شد. نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر سرشناس به تازگی و در جریان مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوان همراه با چند تن دیگر بازداشت شد. ارتش اسرائیل در آستانه سالگرد کشته شدن کیان پیرپالک با انتشار ویدیویی از پرواز یکی از هلیکوپترهای خود در کنار یک رنگین کمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت به نام خدای رنگین کمان. ارتش اسرائیل افزود یک سال از فاجعه قتل کیان پیرپالک گذشت، انگار خدا فراموش نمی کند. کیان پیرپالک کودک 9 ساله ساکن ایزه در استان خوزستان شامگاه 25 آبان ماه سال 1401 در جریان اعتراضات سراسری با شلیک گلوله به خودروی پدرش در شهرستان ایزه کشته شد. بینندگان هشمند، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اونو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمند و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید.
خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-909-001. اگر تا حالا برنج‌های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در 2 اندازه‌های مختلف در فروشگاه‌های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها و یک شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، تکرار برنامه چهار شنبه ها ساعت 15. 818-344-5050 818-377-31 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت النصف، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، حضانت فرزند، خلعیت و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. CNN به مدرکی دست یافته که نشان می دهد یک فرمانده حماس در نامه‌ای از جمهوری اسلامی خواسته که برای تحصیل 7 تن از عوامل این گروه در رشته های مهندسی، فیزیک و فناوری در دانشگاه های ایران بورسه تحصیلی در نظر گرفته شود. این مدرک از کامپیوتری بازیابی شده که در یک وانت متعلق به شبه نظامیان حماس در خارج از نوار غزه قرار داشته و سپس از سوی برخی مقامات اسرائیلی در اختیار CNN قرار داده شده است. تاریخ نامه به جولای سال جاری میلادی برمیگردد. دولت اسرائیل از اظهار نظر در مورد این مدرک خودداری کرد، اما منابعی در دولت اسرائیل اصالت آن را تایید کردند. CNN نوشته است که مدرک نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی پیش از حمله مرگبار حماس به اسرائیل در روز 15 مهر ماه به اعضای این گروه برای ساخت تسلیحات مورد نیاز خود آموزش می‌داده است. چند روز بعد از استعفای مرجعی برومند از مدیرعاملی خانه سینما، علی دهکردی مدیرعامل این نهاد صنفی سینماگران ایران شد. سخنگوی خانه سینما با اعلام این خبر گفت در جدیدترین جلسه خانه سینما مقرر شد تا یکی از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب شود که به اتفاق آرا علی دهکردی بازیگر سینما و عضو هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب شد. علی اسماعیل پور دهکردی متولد 17 آبان 1344 در شهر کرد است. دهکردی فارغ التحصیل بازیگری و کارگردانی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است و بازی در سینما را از سال 1370 با فیلم از کرخ تا راین به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا آغاز کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در دیدار روز چهارشنبه با همتای چینی خود شی جین پینگ در حاشیه نشست همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه APEC در سان فرانسیسکو دیدار می‌کند و به پشتوانه و حمایت اقتصاد قدرتمند ایالات متحده آمریکا از موضعی مستحکم به این اجلاس می‌آید.
بایدن با برخی اهداف کلیدی از جمله از سرگیری خطوط ارتباطی مستقیم بین سران نظامی به عنوان راهی برای کاهش تنش بین واشنگتن و پکن وارد نشست ایپک سان فرانسیسکو خواهد شد. همچنان که موضوع حساس تایوان هم مانند جنگ‌های اروپا و خاورمیانه روی میز مذاکره قرار دارد. جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید پیش از این دیدار در یک گفتگو گفت بایدن قصد دارد روابط مسئولانه تری را در دستور کار این نشست قرار بدهد، اما معتقد است که آمریکا از موضع قوی تری به این نشست خواهد آمد. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه موفق شد با تصویب لایحه تأمین مالی موقت از تعطیلی دولت ایالات متحده جلوگیری کند. تصویب این لایحه بعد از آن میسر شد که نماینده جمهوری‌خواه مایک جانسون که از 3 هفته پیش به عنوان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا انتخاب شده موفق شد هم اعضای حزب خود و هم تعداد کافی از دموکرات‌ها را با قانون تأمین مالی موقت خود همراه کند. پیشنهاد جانسون مبنی بر تأمین مالی موقت دولت در سال جدید با 336 رأی موافق در مقابل 95 رأی مخالف به تصویب رسید که 93 تن از مخالفان از حزب جمهوری خواه بودند. با این حال طرح جانسون تنها یک راه حل کوتاه مدت است و برخی از مؤسسات دولتی همچنان قرار است تا 19 ژانویه و برخی دیگر تا 2 فوریه پول دریافت کنند. این قانون هنوز باید توسط سنا تصویب شود، اما چاک شومر رهبر دموکرات ها و میچ مک‌کانل رهبر جمهوری خواهان پیشتر اعلام کردند که به آن رأی مثبت خواهند داد. گزارش هاکی است که مذاکرات بیشتری درباره تامین بودجه قرار است از اوایل سال آینده میلادی آغاز شود. دادگاه عالی بریتانیا با تایید حکم دادگاه تجدید نظر این کشور اعلام کرد که طرح دولت ریشی سوناک برای اخراج پناهجویان به رواندا در آفریقای شرقی غیرقانونی است. به گزارش گاردین روز چهارشنبه 5 قاضی دادگاه عالی به اتفاق آرا طرح دولت بریتانیا را رد کردند. بر اساس قرارداد اولیه 140 میلیون پوندی که سال گذشته منعقد شد، بریتانیا قصد داشت که 10,000 پناهجو را به رواندا بفرستد. بر اساس این طرح قرار بود افرادی که به طور غیرقانونی وارد بریتانیا می شوند بعد از بازداشت در اسرع وقت به رواندا منتقل شوند و آنجا درخواست پناهندگی کنند. در صورت رد درخواست پناهندگی مهاجران غیرقانونی، رواندا موظف شده بود که آنها را به کشور خود بازگرداند. به گفته رئیس دادگاه عالی بریتانیا این احتمال وجود دارد که فرایند بررسی درخواست پناهندگی مهاجران غیرقانونی به درستی در رواندا انجام نپذیرد و این افراد به اشتباه به کشورهای خود بازگردانده شوند. دادگاه بریتانیا برای رد طرح جنجالی دولت سوناک به گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد استناد کرده که بر اساس آن توافق اسرائیل و رواندا بر سر انجام طرح مشابه شکست خورده است. برنامه برنامه بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جل باکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبان‌های فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری
و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. بیژن جواهری نسل سوم از خانواده بزرگ جواهری در قلب بیورلی هیلز برای خرید فروش، تعویض و ارزیابی برای شرکت‌های بیمه در خدمت شماست. بیژن جواهری که نماینده رسمی سیتی آف بیورلی هیلز برای خرید جواهرات می باشد، این بار زیباترین جواهرات طلا و سکه را در شوروم خود در بیورلی هیلز به نمایش می گذارد. بیژن جواهری در جفریز جولری فقط با تعیین وقت قبلی پذیرای شماست. تلفن 310-278-84-85. اوج زیبایی و شکوه با بیژن جواهری. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها رو دنبال میکنیم. مقامات بهداشتی اسرائیل با وجود چالش‌های اخلاقی و حقوقی تلاش‌ها برای استخراج و حفظ اسپرم سربازان کشته شده خود را افزایش دادند. در شامگاه 7 اکتبر تنها ساعتی بعد از حمله حماس به خاک اسرائیل، پزشکان در بیمارستان در تل‌آویو کار استخراج و انجماد اسپرم سربازان کشته شده اسرائیلی را آغاز کردند. مقامات اسرائیلی میگویند بیشتر درخواست‌ها از سوی والدین سربازانی است که در عملیات کشته شدند. اسرائیل با داشتن حدود 11,000 نوزاد به دنیا آمده از طریق لقاح مصنوعی در سال 2021 به عنوان یکی از قطب‌های درمان ناباروری در جهان محسوب می‌شود. با این حال، مسئولان میگویند که بیشتر مشکلات مربوط به حفظ اخلاقی و قانونی است، نه فنی. وضعیت همسران سربازان کشته شده، تأثیرات روانی به دنیا آمدن نوزاد بر خانواده داغ دیده و رابطه والدین مرد با عروس خود و همینطور سرنوشت کودکان آینده به حاشیه‌های اخلاقی و حقوقی این مسئله دامن زده است. خانواده شماری از سربازان کشته شده از مقامات پزشکی قانونی اسرائیل می‌خواهند که اسپرم فرزندشان را استخراج و منجمد کنند. از زمان آغاز جنگ، هنگامی که ارتش اسرائیل می‌خواهد به خانواده‌ها خبر کشته شدن فرزندانشان را بدهد، فرمی را به آنها ارائه می‌کند که در آن گزینه حفظ اسپرم قید شده است. بینندگان هشمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برنامه آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.